کجایی بابا؟ بدبختم کردی، بیچارم کردی. ببین امروز اینجا نمیشه حرف زد. ببین اصلا بداره کو، خب مفصل تو نمیذاری من بگم. خب جون مادرت، امشب بیای خونمونا، سری بیای یا هوا تاریک شد بیا. من شب میام برات. خیلی خوب خیلی خوب، فقط هیچی شب میبینم دیگه. بیا یا اصلا دو مدارک. قبول باشد، برادرای یوسف دروغ گفتن که اونو کشتن. نه آره، چطور مگه؟ افسانه. امشب یه مهمونی داریم، تو هم بیا زهرا. مغرور، بزرگ، سخت گیر، ولی دوست داشتنی. دقیقا همون چیزی بود که فکرشو میکردم. فقط نمیدونم چرا پاپا باید بهش گفته باشه که من مردم. احسان، یعنی اسناد و مدارک که کارخونه کجاست؟ میدونی اصلا نمیشه توی چشماش نگاه کرد، نفوذ میکنه. نگاهش تا آخر قلبت فرو میره و هر صحبتش توش هزار تا سوال نهفته است. امروز بهترین ساعتهای عمرم بود. اتفاقا منم امروز بدترین ساعتهای عمرم بود. هیچی، میگم که چرا بهش نگفتی که احسانی؟ نمیشون، یعنی میترسم که حالش بدتر بشه. یکم باید بهش گفت. بله، من خودم بیشتر اشتیاق دارم که بهش بگم دوستت دارم. یعنی دلم خب تمام معما حل بشه، ولی یه غرور مردونه داره، دقیقا همون جوری که پاپا میگفت. احسان جون مادرت. آه؟ اصلا اونجا مداره که کارخونه گم شد. گم شده؟ یعنی چی؟ نمیدونم، یعنی خب سر جاش نبود، معلومم نیست که کی ورش داشت، ولی به نمیدونم، یعنی به احتمال قوی فکر کنم دست آقای مرتضی باشه. اونا 48 ساعت به من مهلت دادن. کیا؟ اونا با من تماس گرفتن، یعنی من با اونا تماس گرفتم، گفتن اگه تا 48 ساعت دیگه مدارکو نیارین منو از معامله صرف نظر میکنن. خب از راه قانونی عمل میکنیم. چرا مزخرف میگی؟ همین مادری که تو داری در موردش اینجوری حرف میزنی امکان داره بمیره، میفهمی؟ لاغر بگو خدا نکنه. خدا نکنه؟ ما بگیم خدا نکنه دیگه نمیمیره؟ باید یه فکری به حالش بکنیم. مگه پدرت یادت رفته؟ شاید الان جنازش بو گرفته باشه. خب تو میگی من چیکار کنم الان؟ خب از سندا گم شده. من مطمئنم دست خودشه، تو رو سر کار گذاشته. من مطمئنم اون میدونه که تو احسانی. نه بابا، پاپام بهش گفته که من 6 سال پیش مردم. احسان، تو باید مادر تو به خاطر خودش، به خاطر زنده موندنش تحت فشار قرار بدی. عجب غلطی کردم احسان، منو تهدید کردم. خب تو نترس،
ببین بهروز و مهندس نجات اصلا این کاره نیستن، اونا همش اونا لاف میزنن و خداشونه که با من و تو معامله کنن. همین. تو چقدر ساده ای روزی. حال دختر خالت چطوره؟ میدونم سوال خوبی نبود توی موقعیت. تو چی میگی؟ با خودم کردم که لعنت بر خودم باد. ببین شهرام، من امشب میخوام برم خونه مامانم مهمونی. خب اونجا دختر خالم و خالم و آقای مرتضی اینا همه هستن. سعی میکنم یه جوری دوباره برات یه کاری کنم که بری خواستگاری. خب قربونه سر مثل کچلت برم. بله. اما جواب اون چیه؟ نه، برید به مهمونتون برسید. امون از دست شما. خیلی خوب، خسته نباشی. این خانومه رو کی دعوتش کرده؟ دوست افسانه است. میدونم، اما آخرش همین دوستش کار دستش میده. این مال سفره حضرت ابوالفضله. قربونت برم، دستت درد نکنه. مشکل گشاست، به نیت شفا بخور. ممنونم. نمیدونم چرا امیر نیومد. آخه این امیر کیه؟ اصلا از کجا اومده؟ خونوادش کیه؟ بابا مگه قرار نبود مهمونی امشب یه مهمونی خصوصی خونوادگی باشه؟ معذرت میخوام زهرا خانم، شما که خودی هستین، همه چیز ما رو هم میدونین. ولی زهرا خانم، اگه یه نفر از خونه شما، از دیوار خونه شما بیاد بالا، شما براش مهمونی میدین؟ آخه این درسته؟ اصلا به عقل جور در میاد؟ باور کنین اگه میدونستم که این پسر امشب میاد اینجا، پامو تو این خونه نمیذاشتم. منم اصلا ازش خوشم نمیاد. بوی احسان منو میده. باش که حرف میزدم احساس میکردم دارم با احسان صحبت میکنم. هم حرفش شیرینه، شیرین گوش میده، شیرین حرف میزنه. بله شیرین فضولی میکنه. به هر حال امیر امشب مهمون مخصوص منه. راستی بابا، شهرام پسر فتح‌الله خان دیدم. خب هیچی، میگفت مشتری منتظره. مشتری چی؟ مشتری ماشین. خب شاید میخواد ماشین رو بفروشه. نه بابا، نمایشگاه اتومبیل ندارن که، این معاملات ملکی دارن. خب حتما میخواد خونمون رو بفروشه. مثلا خونمون؟ مگه میخوای خونه رو بفروشیم؟ خب اگه بتونیم یه دونه بهترش رو بخریم چرا نفروشیم؟ شاید هم میخوای خونه منو بفروشیم. اگه راضی باشی که حتما این کارو میکنم. یواش یواش دارم شک میکنم که چرا این همه اصرار داری خونه رو بفروشی، در حالی که میدونی من خیلی ناراضیم. ببین اگه اصرار میکنم خونه رو بفروشم، به خاطر این که خرج معالجت بکنی، معالجه بشی. میدونم، ولی مگه من چمه که این همه به دل دل افتادیم؟ راستشو بخوای هیچی، هیچی نیست. ولی صبر کن خاله، خودم میرم. بله بیا تو پسرم. اما از در نه از دیوار، من دیگه اینجا نمیمونم. شما نمیری؟ این مهمونی مهمونی خاصیه که همه باید حضور داشته باشن. میدونی افسانه جون، مرتضی ناراحت شده. آخه بد جوری بچه‌مو نزده بود. عمدن که نکرده، اتفاقی پاش خورده تو صورتش. همین. سلام. سلام. خوش اومدی. سلام. سلام خدا من. خب خواهش بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدین. بفرمایید، همه بیان اینجا.
پس امیرخان شما هستین. افسانه خیلی از شما تعریف کرده. ایشون به من لطف دارن. آخه من دوست احسان بودم و ما چند سال با هم کلاس بودیم. چقدر قیافه شما برای من آشناس. امکان نداره منو دیده باشین، برای اینکه من از بچگیم توی مونپلیه فرانسه زندگی میکردم. از احسان بگو، از خصوصیتش. عین شما، مغرور و لجباز ولی مهربان و بی انصاف و بی احساس. بی انصاف و بی احساس؟ یه جوان بعد از 12 سالگی خیلی دلش میخواد مادرشو ببینه. ولی تا اونجایی که من یادمه احسانم دلش میخواست مادرشو ببینه. ولی خیلی سخت نبود که مادرشو پیدا بکنه. مگه شما سخت تونستی افسانه رو پیدا بکنی؟ و هر حال یه پسر بی احساس و خشک. شاید افسانه خانم به دلیل سن بیشترشون باید پیش قدم می شدن و ایشون به احسان زنگ می زدن. خب احساس منم می تونست منو بیشتر از این به طرف احسان بکشونه. افسانه، تو به فکر همه هستی غیر از خودت. وقتی اون سردردهای لعنتی سراغت میاد و به حالت مرگ میندازت، دلم برات میسوزه. بس کن دیگه، بس کن. ول کن افسون رو، ول کن سادات رو، ول کن طلا رو، ول کن. به فکر خودت باش. اگه میخوام خونت رو برات بفروشم، به خاطر اینه که دلم به حالت میسوزه. میخوام خرج خودت بکنی، میخوام خرج بیماریت بکنی. اگه میخواستم پولتو رو بخورم، از خیلی قبل میتونستم این کارو بکنم. هرگز نخواستم این کارو بکنم. من از مسعود کلاهبرداری رو بیشتر و بهتر بلد بودم، ولی هیچ وقت نخواستم مثل اون کلاهبرداری بکنم. اگه این خونه رو به اسم تو کرد، به خاطر خودتو نبود، فقط به این خاطر کرد که دست طلبکارا نیفته. هیچ کس به فکر تو نبوده. ازت خواهش میکنم به فکر خودت باش. حتی احسان یک لحظه به تو فکر نکرد. اگه بهت فکر میکرد، اگه به مادرش فکر میکرد، یه زبانی، به یک زبانی، یه جوری اسم تو رو به زبان میآورد، پیدا میکرد، برات نامه مینوشت، بهت تلفن میزد. اما هیچ کدومشون این کارا نکردن. نمیدونم چجوری بگم، نمیدونم با چه زبانی بهت بگم، ولی واقعا دلم به حالت میسوزه. خواهش میکنم، اگه میخوام خونتو بفروشم به همین دلیله، به خاطر اینکه خودتو معالجه بکنی. الان خونتو 800 میلیون تومن میخرن افسانه. به نظر نمیاد شما به خاطر بیماری اون بیتابی کنین. شما دلتون جوش خودتونو میزنه. این چه حرفی امیر؟ به تو هیچ ربطی نداره که در مسائل خصوصی زندگی ما دخالت بکنی. این خونه مال افسانه است. هر کاری هم که دلش بخواد باهاش میکنه. وارث این خونه تنها یه نفره، اونم فقط افسانه است. اون وارث داره. من احسان سمیعی تنها وارث اونم. ساکت! بلند بیمارستان! به تو مربوط نیست! الان پلیس خبر میکنم! پلیس خبر میکنم! برو گم شو! مخور! بوی لاجورد میده! بکن! بکن! لباسا رو همینجور پهن میکنی رو هم دیگه، آفتاب نمیخوره، بوی گند نامیده! چه غلطی میکنی تو این خونه ها؟
من مگه موظفم شکم شما دوتا گدا گوشت رو سیر بکنم؟ از صبح تا شب چه غلطی میکنین تو این خونه؟ آخه زن حسابی یه رخشستن معمولی هم کاری داره، بی انصاف. چرا سر مامانم داد میزنی؟ ولی چه گناهی کرده؟ تو کار نداشته باش، حرف نزن. بله باریکی الله، گل بود به سبزنی زاراسته شد، دختری زبون دراز. اینو بگیر بندازش تو زیر زمین تا آدم بشه. نه افسان جون، گناه داره، میترسه. مگه تو نمیگفتی که دوست منی؟ مگه تو نمیگفتی که من کارگرت نیستم؟ آخه این رفتارا برای چیه؟ چرا اینقدر بهونه میگیری؟ خب ناله نکن، چرا اینقدر بهونه میگیری؟ اشتباه کرد، غلط کرد. خوبه؟ تو چه کار داری که حرف میزنی؟ به تو چه مربوطه؟ اون هر چی میگه به من داره میگه. برو از جلوی چشام دور شو. یالا با لنج رد میشم، بعدش هم اون سر دنیا. تو هم اگه نخواستی نیا به درک، ولی احسانو با خودم میبرم. اینقدرم پول توی بانکای پاریس دارم که تا آخر عمر میتونم راحت زندگی کنم. تو هم که مشکلی نداری بخوای بیای، میتونه خونه رو بفروشی راحت به هاو به ما بیای. خفه شو با پولای مردم؟ مردم؟ کدوم مردم؟ مردمی که گرده ای من بالا رفتن؟ نه دیگه، بس خسته شدم. حالا دیگه نوبتی هم باشه نوبت منه. تو میخوای توی ایران عزیزت بمونی؟ بمون، اینقدر بمون که بپوسی، ولی احسانو با خودم میبرم. غلط میکنی، بگه من میذارم. یه سال معلوم نیست تو کدوم گوری خودتو قایم کرده بودی، حالا یهو این سر و کلت پیدا شده. تو اصلا مردی؟ تو این مدت پرسیدی چی پوشیدیم چی خوردیم که دستمونو گرفت؟ حالا یهویی به فکر زن و بچه افتادی؟ مگه اینکه از رو نشه من رد بشی، من نمیذارم. همیشه تو تصمیم گرفتی، همیشه این تو بودی که همیشه تصمیم میگرفتی. هیچ وقت فکر کردی که من شوهر تو هستم یا تو شوهر منی؟ به من گفتی اینو بپوش اونو نپوش، اینجا برو اونجا نرو. بابا خسته شدم، میفهمی چی دارم بهت میگم؟ خسته شدم از دستت. 10 سال زندگی نقص کردم، دیگه نمیخوام. 1 سال من فقط راحت زندگی کردم، اونم اون 1 سالی که قیافه نحست رو ندیدم. گوش کن مسعود، تو الان عصبانی هستی، نمیتونی تصمیم بگیری. من یه پیشنهادی دارم، اصلا من خونه رو میفروشم، تو بده یا تو بده. خونه که فروش مال من بوده، اگه سندشو به نامت کردم به خاطر این بود که مصادرهش نکنم. خیلی خوب، تو اسم طلبکارا رو بده، بقیهش با من. تو نمیخواد نرد طلبکارا باشی، ناچه سر از این حرف هست. تو رو خدا نرو مسعود، ازت خواهش میکنم، این تصمیم گیریت غلطه. چیه؟ به التماس افتادی؟ احمقی دیگه، همه زنا همینطوری هم. کف دریاره که میبینن واسهش کف میزنن، اما عمقشو نمیبینن. من بدهکارم، میفهمی؟ باید بزنم و برم. خب مگه کارخونه به اسم تو نیست؟ بفروشش که بریزم بشینه و نگاه کنه دیگه. ببین، کارخونه، خونه، تمام اموال اساس، همه چیز که فروش بره، من بیشتر از اینا بدهکارم. میفهمی چی دارم بهت میگم؟ نا
نمیام. نمیای. افسانه خانم، خانومی عزیزم، حالت خوبه؟ میخوای آرامش پیدا کنی؟ سوره ی انشراح رو برات میخونم. آیا ما تو را صبر و شرح صدر عطا نکردیم و بار سنگین گناه را از روی دوش تو برداشتیم، در صورتی که ممکن بود این بار سنگین پشت تو را خم بکند و نامت را بلند آوازه کردیم. درست میشه افسانه، صبر داشته باش، تحمل کن عزیزم، آروم باش، آروم عزیز دل. کجا میری؟ اسنادو چیکار کردی؟ چرا دیشب انقدر دیر اومدی دکتر؟ وضعیون داری میگی؟ دیشب از خونه مامانم بیرونم کردم. هنوز آشنا کردی دعواتون شد؟ که دیشب مثل که برای تعریف کردم. خواب بودی؟ جدی جدی مادرت بیرونت کرد؟ نه مرتضی، دیدی گفتم درسته پدر زن ماست اما مارماهیه. وقتی بهش گفتم یعنی برات همه تعریف کردم. از اولش هم فکرشو میکردم که وقتی بگم که من احسان صمیمی‌ام حالش بدتر بشه. نمیدونم اگه حالش بدتر از این بشه من باید برم. بشین بابا. مرتضی چی گفت؟ وقتی که مادرم حالش بدتر شد بهم گفت تو دروغگویی، گفت برو گم شو. کاش نمیگفتم، یعنی اینقدر چرت و پرت گفت مجبور شدم بگم. تو هم هیچی نگفتی اومدی بیرون. خب ترسیدم حالش بدتر بشه، من باید دکترشو ببینم، یعنی باید ازش بپرسم ببینم اصلا خوبه منو ببینه یا نه. خب بالاخره باید موضوع رو میفهمید دیگه. اون از اولش هم میدونست. از اولش میدونستم که اون احسانه، حتم داشتم اما جرات نمی کردم باور کنم. مسعود همیشه به من دروغ می گفت، این بارم حرفشو باور کردم. چرا احسان بهم راستشو نگفت؟ حتما فکر میکرده هیجان برات خوب نباشه. همه ی امیدم برگشته، چرا برام خوب نباشه؟ زرد زندگیم سبز شده زهر.
چرا پاییز تموم نمیشه؟ چرا بهار نمیاد؟ نش بدبختی. اگه بمیره ای بابا نفوسو بد نزن، حالش خوب میشه. من که صبر کردم، خب یکم بیشتر صبر میکردم. حالا میخوای چیکار کنی؟ سند کارخونه، مریضی مادرت، جنازه پدرت. تو هم که همش داری بدبختیه منو میشمولی. خب تو بگو من چیکار کنم. خب این اتفاقات باید باعث بشه که تو بیشتر به فکر گرفتن حقت باشی. من میگم مدارک دست مرتضاست، برو باش معامله کن، دیر میشه ها. یه آدم تمکاری، اصلا مطمئنم که بازندم. شاید هم دست مادرته، شاید هم دست کسیه که اصلا من تو نمیدونیم اون آدم کیه. تو فکر میکنی تا 24 ساعت دیگه بتونی مدارک رو پیدا کنی؟ به قول خودت این رشته سر دراز دارم. من برم صبحونه رو آماده کنم. من چی کار کنم آقای مهندس؟ آقا اساساً این پسره مثل قیمت خونه است، ثبات نداره. شاید هم میره این ور اون ور مخشو میزنن. ما این چند طبقه میسازیم میریم بالا، یه نفر زیر گوشش میشینه همه اونا رو میزه پایین. اون وقت ما باید از فوندانسیون شروع کنیم. نه آقای مهندس، من مطمئنم این پسره اصلا خبر نداره ننه زنده است. من گوش رو قطع میکنم. من غلط میکنم، اشکال از مخابراته. آقای مهندس، ما چند روز دیگه میرسیم به سند، شما یه چند وقت به ما فرصت بدید. بابا این بهروز خیلی سخت گیره. گوش کن ببین چی میگم، اگه خدایی نکرده دیر بشه، اون وقت این بهروز از خیر این معامله میگذره. اون وقت جنابالی هم باید از خیر جونتون بگذرینا. خب میخواستی قاطی بازی نشی؟ متاسفم، الان دیگه یه خورده دیر شده. خیلی خوب، خیلی خوب، گوش کن، گوش کن. ببین، من یه مهلت دیگه بهت میدم. اما بله، بله. ببین، یا خودت کاری یک سره میکنی یا تحقیق میکنی که کجاها میره، کجاها میاد، با کیا اومده رفتاره، تا من به زور متوسل شم. در هر صورت کمیسیون تو محفوظه، همین که گفتم. ببین یکی این دوتا راه حل. خام زگر، لطف کنید آقای صنایعی رو بدم بگیرید. چشم. ببین خانم زرگر. بله. نه نمیخواد بگیری، نمیخواد. لعنتی، آخه چی بهش بگم؟ وسایلش هم برده. حالا چجوری پیداش کنم؟ خودش پیداش میشه عزیزم. اون بچه عاطفی و مهربونیه، اگه بفهمه حال من بدتر میشه نمیاد. اصلا چرا رفت؟ اون موقع که حالت بدتر شد همش گفتن که دروغ گفته، باید بره و دیگه پیداش نشه. کی؟ عصبانی نشو، مهم نیست که کی گفته، چیکار داری؟ اگه کی گفته دیگه، مهم اینه که الان فکر میکنه اگه برگرده حال تو بدتر میشه. این ذهنیت رو باید پاک کرد.
برام پیداش میکنی زهرا؟ من؟ پس نه، من. این حرفا چیه خانم؟ میخوای با دست خودم ریشه ای افسانه رو بزنم؟ شما که دیدی وقتی پسر گفت من پسرتم به چه حالی افتاد، از همیشه بدتر شد. بعدش هم ما که این وسط شدیم آمبولانس، یه تلفن میزنن قرقر، مام آجیر کشون میریم میبریمش و میاریمش. مرتضی دروغ میگم بابا، اون اصلا حرف هیچ کسی گوش نمیکنه، همیشه حرف خودشه، اینقدرم حرف میزنه که آدم دیگه فرصت پیدا نمیکنه حرفی بزنه. ای خود نبود که خداوند اول آدمو خلق کرد بعد حوا رو، همچی میخواست حضرت آدم یه فرصت کوتاهی پیدا بکنه با خودش یه گپ جانانه ای بزنه. خیلی خوب، بس دیگه، پاشو برو بیمارستان دنبالش. پاشو. باشه چشم. تو که میدونی اون تو دلش هیچ چیز نیست، اینو خوب میدونی. راستشو بخوای منم توی کلم هیچی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه بود که حرف تو رو گوش نمیکردم. وقتی که بیهوش بود انگشتشو میزدم پای یه ورقه، بعدم میتونستیم خونه رو غیابی بفروشیم. مگه میشه؟ نمیدونم، شایدم بشه. من نمیدونم این پسره از کجا این وسط پیدا شد. من از اولش فهمیدم که احسانه. از کجا میدونستی؟ خودتو گول نزن، خودشه. من مطمئنم که مسعود دروغ گفته. حالا اگه بری دنبالش پیداش کنی، به خدا روحیه افسانه عوض میشه. روحیه افسانه وقتی عوض میشه که بره اروپا و معالجه بشه. بابا پای خونه مشتری وایستاده، تو هم که نمیتونی راضیش بکنی خونه رو بفروشه. آخه من چی کار کنم؟ من میگم اصلا یه کاری میشه کرد. چه کاری؟ افسانه فقط به حرف یه نفر گوش میده. احسان. آفرین. حالا اگر اونو پیداش کنیم، راضیش کنیم که با افسانه حرف بزنه، کارو تمامه. باریکلا. باریکلا. خوشم اومد. حالا هی بشین قصه آدم و حوا برام تعریف کن. دور بر ندار خانم. کمال همنشین در تو اثر کرد. پیداش میکنی؟ من؟ باید خودش بیاد این برا بابا. آقا جون، کسی که سالهای سال خارج از کشور بوده که پا نمیشه بیاد حسینیه. ما باید بریم دنبالش. دختر گلم، تو چی فکر کردی؟ سید و شهدار رو دل آدم ها کار میکنه، رو قلبشون. خودت که بهتر از من میدونی. کربلاش قربونش برم همه رو حیرون کرده. مسلمونه بابا، گبر که نیست. آره بابا جون، اون روزی که دیدمش از دیوار خونه بالا میرفت، فهمیدم این همون احسان کوچولو خودمونه که یه روزی میومد توی همین حسینیه واسه امام حسین زنجیر میزد، سینه میزد. هی واسه همین بود که دو دل بودم، بگم نگم. میگم زهرا بابا، حالا کجا بوده این؟ فرانسه. فرانسه؟ پیش پدرش دیگه. این همه سال؟ ای بابا، من فکر میکردم مادرشم مرده که از خونه بیرون نمیومده. پدرش چی شد بابا؟ بنده خدا مرده از اعتیاد به الکل. الکل؟ یا ابوالفضل، یا باب الحوائج، خودش این بچه رو برگردونه تو دامن امام حسین. یا باب الحوائج، این هم جز به همون بچه هاست. نه خیر، راه دیگه نداری. زهرا خانم، شما تو دانشگاه مانشگاهتون این همه سمینار و نمیدونم جلسه و شعار میدین، فایده نداره بابا، فایده ای نداره. آقا جون نداره. دختر گلم زهرا،
همین چند روز دیگه میبینی که اینه حسین میریزن تو این حسینه ها و تکایا رو پر میکنن. اینا عاشق امام حسین هست، اینا جوانای پاکی هستن، زلالن بابا. آره امام حسین هم راهشون میده تو دامن خودش. اینا عاشقن، اینا کشت مرده آوان، اینا ابوالفضل رو دوست دارن، قمر بنی هاشم رو دوست دارن. بعد ما ادعامون میشه که از این جوانا جلوتری. میگم زهرا، احسان رو من دیدم از جلوی حسینیه رد میشد. خب رفتم جلو صداش بزنم، دیدم اه رفت. حالا اگه نیاد چی؟ افسانه بند خدا که دق میکنه آقا چون، باید یک کاری بکنیم آخه. فقط باب الحوائج حضرت عباس، همین. فقط میخوام ببینم حالت خوبه یا نه. آخه اینو من کجا پیداش کنم؟ چی کار کنم؟ الو آقا، 110 خسته نباشین. میبخشید آقا، ما یه گم شده داریم، یعنی گم نشده، قهر کرده، از منزل خارج و تاکنون مراجعت نکرده. نه آقا، هوش و حواسش درسته. مریض نه. نه آقا، کسی رو نکشته. ایشون با مادرش قهر کرده و خونه رو ترک کرده دیشب. حاجی من از 3-4 نفر پول گرفتم، من مهندس دیدم، هر را دیدم، نقشه کش دیدم، رفتم ماشینالات دیدم، من باید نقشه کشی رو سری انجام بدم، جواب دیگرانم بدم. من 3-4 میلیون تومان از دیگرانم گرفتم، 5-6 میلیاردم از دیگران میخوام بگیرم تا بمون حد برسه. من آخه موندم چی کار کنم؟ شما یه جوابی بدید به من، بگید چی کار کنم. همش باید سرمستم و از هوش و خرد بیرونم، هم سفره عشق با دلی پرخون. یا للعجب از این همه شیدایی تو، تو لیلی و من ز عشق تو مجنون. یا للعجب از این همه شیدایی تو، لیلی تو و من ز عشق تو مجنونم. شهرام یه ذره سلیقه هم به کار نبرد. اومدم.
خانم پرستار ببخشید، خانم کاشفی رو اینجا آورده؟ بله دیشب اینجا بود، چند دقیقه پیش شوهرخواهرشون اومدن دنبالشون بردن. من میتونم با دکترشون یه صحبتی داشته باشم اگر؟ دکتر محمودی؟ بله بله. امروز نمیان، شیفتشون فرداست. خب یه تلفنی چیزی اگه؟ نه ما نمیتونیم تلفن شخصی پزشکا رو به کسی بدیم. خب اگه به خدا من کار چیزی دارم، کار خیلی فوری دارم. آقای محترم شما دارین وقت منو میگیرین، خدمتتون عرض کردم فردا تشریف بیارین هستن. ببخشید. خب خیلی خوب دیگه، اگه کاری نداری من برم. ممنونم، خیلی زحمت کشیدی. نمیدونم چجوری جبران کنم به خدا. فقط یه خواهشی ازت داشتم، تو رو خدا پیداش کن. باشه چشم، پیداش میکنم. آقا مرتضی شما دیشب از خونه بیرونش کردی نه؟ راستشو بخوای بله، تقریبا بیرونش کردم. چی بهش گفتی؟ ببین هیجان و استراب خبر خوب و بد برات اصلا خوب نیست. اون پسر امیر اگر راست میگفت نباید یه دفعه مسئله رو همینجوری مطرح میکرد. امیر نه، احسان. ای بابا خیلی خوب احسان. اگه اون احسان راست میگفت باید دهنشو میبست، یه دفعه بی مقدمه نمیگفت من احسان سمیعی هستم. اون تفلک خیلی رعایت کرد، تازه خیلی دیر گفته. اینم از اون شیطنتاشه. من خیلی کم باش حرف زدم ولی توی همین مدت کوتاه خیلی خوب شناختمش، عینه پدرش. ناراحت نباش، یعنی جایی رو نداره که بره. بله الو بفرمایید. الو بذار بیاد، شناسنامه‌شو بیاره معلوم میشه. آخه همینجور ندیده و نشناخته بدون شناسنامه که نمیشه به کسی اعتماد کرد. بله الو چرا حرف نمیزنی؟ احسان تو احسانی، تو احسانی، میدونم. ببین من در به در دارم دنبال تو میگردم. ما اینجا مزاحم تلفنی نداریم، من مطمئنم توی. تو رو خدا حرف بزن احسان. اصلا فکر دیشب رو نکن، فکر دیشب رو نکن. ببین اصلا همه اینو تقصیر من بود، من ازت معذرت میخوام. باشه من معذرت میخوام. بالاخره یکی هم پیدا شد که افسانه ازش معذرت بخواد. من و دل تنگی تنها بودن، من و این خستگی پیمودن. طاقتم طاق شده است، طاقت اون خسته ام، خسته تر از عقربه ساعت اون. من و دل با پسی و بیم و امید می شود پر زد و از این قفس بسته پری.
از پس کوچه تنهایی من قاصد خوشخبری میگذرد، بوی از خلوت این کوچه سر سایه رهگذری میگذرد، سایه رهگذری میگذرد. قد باید دانست آفتاب